شما که هنوز آماده نشدین، الان پروازشون میشینه فرودگاه تهران. عجله نکن دخترم، بابا بی ما کارش حساب کتاب نداره. همیشه خدا یا نیم ساعت چه دقیقه دیر فامشه یا نیم ساعت چه دقیقه دیر میشه. بله بابا جون میدونم، ولی میشه خواهش کنم به جنبین بخاطر اینکه آبرومون جلوشون میره؟ اینا اولین باره میان خونه ای ما. بابا دست کم گرفتی ها، من دست موهای سرم مهمونداری کردم بابا. اون که من کاپیتان تیم بودم یه سری مهمونای خارجی آوردن، مربیشون زاگالو بود. بابا جون میشه تو کامیون تعریف کنین، تو راه تعریف کنین؟ الان دیر شده. خیلی خوب، چشم. چرا الان حرکت نمی کنین؟ دارم کاف شدم و میگوشم بابا. بعدم جا نمیشیم ما دوتا اونا میشیم چهارتا. ای وای بابا جان، چرا الان فکرشو میکنین؟ نگران نباش، من مرد دقیقه نودم، به من میگن جلال تایم، یه فکری براشون کنم. دیگه فکری نمیشه کرد که، من دیگه نمیام. نمیای؟ مهمونای شما نمیای؟ برای چی نمیای؟ چشمبندی نیست که، دو تا چهار تا تو کامیون جا نمیشیم که، منم که نمیتونم بشینم پشت فرمون کامیون. شما برین دیگه، فقط بجنبید دیر شد. کلالی گفتم پای یکی تو بگی بشینی پشت سالار، برای هرچی روزایی بود اومد یه اتفاقی برام افتاد، یه بلایی سرم اومد. خدا نکنه. وارد یادم سکته میکنه دیگه. خدا نکنه. یه پاش میشکنه. ایوه خدا نکنه. این حرفا چیه میزنی بابا جان؟ خدا نکنه. منم نمیگم خدا بکنه، میگم یه اتفاقی برام بیفته، یکی باشه بلد باشه بشینه پشت فرمون ما رو برسونه درمونگا یا نه. ایشالله که همیشه تنتون سلامت باشه بابا جان. بعدش هم یکی مریضو میخواد ببره درمونگا که آخه با کامیون نمیبره. میبره، من بارها بردم. شما بله، ولی میشه الان یه خورده به جنبین بخاطر اینکه پروازشون الان میشینه، شما هنوز اینجایین. خیلی خوب، رها کن خودتو، یه نفس عمیق بکش. قربون تو برم، من زنگ بزن بهشون شماره منو بده تو فرودگاه منو گم نکنم. خب چش بابا جون، شما بریم، من الان بهشون زنگ میزنم شماره تونم میدم. دیر رسیدن همیشه بهتر از هرگز نرسیدن. چش به جنبین بابا جون. بابا جون خیلی خون سردی. یعنی اینا تو کشور خودشون یه دکتر نیست که این همه راه اومدن ایران؟ نه، دکتر متخصصی که بتونه مشکلشون رو حل کنه ندارن. بعدش هم بنده خدا مامانش قدرت تکلمش رو از دست داده. آخه یعنی دیگه نمیتونه شعر بگه؟ شعر؟ رعنا بله. چند سالشه؟ چطور؟ قد و بالاشینا خوبه؟ چرا؟ میخوام ببینم به درد جلال میخوره. واه عمه، مگه بابام بهت چیزی گفته؟ مگه لازمه چیزی بگه رعنا؟ آره. پس فردا تو شوهر کردی رفتی؟ خوب. داداش من شبانه روز تو خونه تنهامون. خوب. اگه قندش افتاد، اگه قلبش درد گرفت، اگه خواست اون سنگ کلیه رو دفع کنه. وا عمه، بابای من اگه سنگ کلیه نداره، هیچ کدوم این مشکلاتم نداره، خدا رو شکر. متاسفم که تو فقط فکر خوشخوشان خودت هستی. من فکر خوشخوشان خودم نیستم. رعنا. بله. من اینو خیلی دوست دارم ها. هر روز برای شعر میگم. برای این؟ خیلی مواظبش باش. این گل صورتیه، ببین چقدر قشنگه. باشه چشم. مثل چشمام مراقبش. خیالت راحت. خدا نگهدارت. من نگفتم من برای شعر میگم؟ ببخشید یکی عینشو برات میخرم هم یه دونه. من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنهای تنها. شنگ جون نبینم و هنگای غمگی میکنی. سلام علیکم. علیکم سلام. من موقع جوونی این آهنگو میخوندم، یعنی هر وقت آپاشی میکردم این آهنگو میخوندم. آخه من ماندم تنهای تنها. حالا ایشالله که ایش وقت تنها نباشی. تنها ماندم میگه. من کاری اصلا با آواز خوندن شما ندارم آقا اوشن. تو این بیابی برای چی آبو باز گذاشتین؟ گناه دارم خدا. یادم رفت ببخشید. الان بحرانش جهانیه اوشن، هست کم است، همین آبو میگم. ببخشید گفتم دیگه. خب ببندینش دیگه. بستم دیگه. ای بابا. من ماندم تنهای تنها. خیلی خوب فهمیدین. اصلا شما برای چی این وقت روز آبو باز گذاشتین؟ دارین درخت رو آب میدین؟ چرا؟ مریم عصبانی نشی، یه ذره آب دیگه، آب روشنایی ببین به منم ریخ، چیزی نشد. یه ذره آب لابد میخوای بگی از این بدتر هم میتونست باشه. خب معلومه که از این بدتر هم میتونست باشه. تو فکر کن به جای شلنگه، شلنگه بنزین دست هوشنگ بود. بنزین میریخ به ما، یه وقت ترقه جرقه کبریت از یه جا میومد
ما آتیش میگرفتیم میسوختیم. الان خدا رو شکر به خیر گذشت دیگه. آره دیگه به خیر گذشت. خیلی خوب من موندم تنهای تنها. بابا فهمیدیم شما مانده این تنهای تنها. آقای هوشنگ میگم آبو ببندین. الان دلیل این آپاشی شوم این وقت روز چی آخه؟ آها چیز آقا جلال مهمون داره. مهمون داره دیگه. مهمون داره دیگه. بله دیگه. این الان چیز جدیدیه. ایشون هر روز مهمون داره. هر روز یه سیبیلو میره میاد، میره میاد، میره میاد. کاملا با مریم بانو موافقم. این حجم تردد سیبیلو تو این خونه یکم غیر منطقیه. ای بابا در رفت. در رفت دیگه. این سیبیلو نیست. بابا بی سیبیله. آها بی سیبیله. یه دختر و مادرن که از خارج اومدن. از خارج اومدن دیگه. چه شکرا. جیب عالی، پوز خالی. لابد میخواد بیارتشون اینجا بگه تمام این باغ مال منه، اینا هم خدم و حشم من هستن. سب کن مریم، وقت از کدوم خارج؟ اون خارجی شما فکر میکنید؟ نه همین کشور دوست و همسایه عراق. عراقی هم دیگه. عراق؟ وای خدایا نگاه کن تو رو خدا، آبرون رو پیش در همسایه برده بود، رفته الان از کشور همسایه مهمون آورده. لابد بعدش میرسه به خاورمیانه، بعد میرسه به آسیا. سب کن سب کن مریم، یه دقیقه سب کن. حالا یه دقیقه به من بگو نبوشنگ، اینا چجوری به دام آقا جلال افتادن؟ نفهمیدن نفهمیدن. میگم آبو ببندید دیگه. میدونید این دخترش با رعنا خانم آشنا میشه، یعنی تو مشهد با هم دیگه دوست میشن، بعد دوستیشون ادامه پیدا میکنه، اینترنتی با هم دوست میشن. اینترنتی دیگه، فضای مجازی. آره الان هم قراره بیان اینجا یه چند روز خونه آقا جلال بمونن و برن. مریم من میگم سریع باید ما یه جلسه با اینا بذارم. چرا؟ به دلیل اینکه عراق بهترین فرصته برای سرمایه گذاری. تو فکر من کلی ایده دارم که تا حالا کسی نشیده. این مسئولین هم که گوشی شنوا ندارن. مسئولین بیکارن حرفای تو رو بشنون؟ تو سرمایه گذاری سرمایه داری ببندینش دیگه. بسن دیگه بسن دیگه. شاید من مثلا سرمایه نداشته باشم ولی ایده دارم. ایده از من، پول و سرمایه از اونا. آره ایده هاتم شنیدم. یه بار یه چیزی گفتی دودمان منو به باد دادی. آبو ببندی میبریم. آبو ببندی. من یه دیگه برگه طبیعی نمیمیرم. من یه دیگه بستم دیگه اینا. آبو نیستم اون ببندی. باشه بستم. بستم دیگه. چقدر ور میزنن. ور میزنن دیگه. من ماندم تنهای تنها. من موندم تنهای تنها. بفرمایید. اولین بار ما همدیگه رو توی حرم آقای مامرضا دیدیم. من و رنا رفته بودیم عکس بگیریم، نجر خانوم و مادرش هم اومدن عکس بگیرن. نجر خانوم برگشت به رنا گفتش که هل من انا مادری فوتو پلیز، یعنی که یه جوری عکس بگیری که من و مادر تو عکس باشیم و حرم آقای مامرضا باشه دیگه. اینا فارسیشون گور کرد. از اون موقع با هم رفیقا. دست در نکنه. ماشاءالله هزار ماشاءالله این نجر خانوم فارسی خوب حرف میزنه. عالی. خوب حرف میزنه دیگه. خواهش میکنم، اما بالاخره معلمش خوب بوده دیگه. اما من زود فارسی یاد گرفتم. رانا هنوز بلد نیست عربی حرف بزنه. شکر شکن جوان توتی همه توتیانه هی. زین قند فارسی که به بنگاله میرود. این شعر مال آقای حافظ شاعر قرن هشتم. من شعر فارسی زیاد میخونم. اینقدر قند شکر کردیم یاد اون رفت بگیم. آج خانوم محبت کردند، سوقات رو بردند، پشت کامیون مونده. روشه اینجور بعد غذاییت باشه، دست به جان بودیم بیاریم دیگه. میگم مهمون حبیب خدا، حبیب خداست دیگه. بله، چرا زحمت کشیدیم؟ ما راضی به زحمت نبودیم. همه سوقاتشون یه طرف، تربتشون یه طرف. قربونش برم خاک تربت کربلاست. میخوام بذارم جلوی آینه سالا که همینطوری هر دفعه میبینم دلم شاد بشه. ببینمش. بفرما دیگه. نجلا جون ببخشید دیگه، بالاخره دستپخت من که به پای دستپخت مادر شما نمیرسه، ولی به خدا خیلی تلاش کردم. بعد خوبشو دیگه بزرگی خودتون ببخشید. بفرمایید. دست در نکنه، خیلی زحمت کشیدی. یه چیزی شما میگین هرچی از دوست برسه دستش در نکنه. نیکوست نیکوست. خدا خدا به تو سلامتی بده. نقلی که میگن مهمون وقتی یه لقمه از غذاتون بر میداره به حساب صابخونه یه حج عمره نوشته میشه. خدایا به برکت همین سفره هرچی حق من و دخترمه به همون برسیم. ایشالله به حق همین سفره بشه. اما برا مادرم هم دعا کن. الهی آمین. خدا مادرم همه خیلی شوکه شده. داستان شکم تلخه، برمیگرده به زمان حمله داعش، موقعی که بابامو کشتن. دکتر گفت حسابی مادرت شوکه شده.
به این دلیل ما الان اومدیم اینجا ایران. بهمون گفتن دکترای خیلی خوب تهران هست. بله بله. از خدا میخوام به کمک دکترای شما مادرم شفا پیدا کنه. ان شاء الله. شفا پیدا میکنی؟ بله. شفا. شفا دیگه. خوب شد گفتیم. فردا یادتون باشه بعد از معاینه دکتر، بالاخره چون من درسشو خوندم بهتون میگم، بریم این بیمه گردشگری رو براتون انجام بدم کاراشو که دیگه اینجا راحت باشین، اذیت نشین. بله بله دخترم بیمه خونه میدونه، درست میگه. هر دفعه که آدم خواهد بره یک کشور خارجی باید حتما بیمه داشته باشه. روشه اینجا بله. باید چیز تازه هم نیست، جدید نیست، از قدیم بوده. خیام 780 سال پیش میگفته من بیمه نام زیستن نتوانم، یعنی بدون بیمه نام نمیتونم زندگی بکنم. آشوفی کردم بفرمید. من هم زیستن نتوانم دیگه. بخوریم دیگه. خیلی خوشمزه. دوست دارم. درد نکنه. دوست داری دیگه؟ دوست دارم. یوما بخور. بخور یوما. خندیدن دوست داشتن. نمیتونه حرف بزنه. نمیتونه دیگه. نوشه جونت. نوشه جونت. دوخ. الدوخ. آزا. نمیخوره دیگه. نمیخوره دیگه. نمیخوره. چی گفتی؟ دوخ میخوری؟ آفرین آفرین. ترشید. ترشید. آشا. آه اون ترشی رو میخواد. میگن هست. شما زحمت نکشیم میخوره. یام اکلی. بچه هست. ماما بخور. بح. هوشنگ عزیزم. چطوری آقا هوشنگ خوبی؟ سلام. بده کمکت کنم. آقا بده کمک کنم بیارم دیگه. خدا میتونم ببرم. میتونم دیگه. سبک چی نیست؟ سبک به نظر نمیاد آقا خوشنگا. چی توش هست حالا اونا؟ مهمون آقا جلال از عراق اومدن. این چاییه، اینم شیرینی. ها پس آقا جلال هم زد تو کار واردا. پولشو از کجا آورد؟ دیگه حالا دیگه میگن سوغاتیه. سوغاتیه دیگه. تو گفتی ما هم باورم شد. ببین مریم خانوم، این جلال آقا زرنگه زد تو کار اقتصاد. چقدر من برادرت اقتصاد گفتم؟ حالا الان ما اگر میرفتیم چای عراقو دست میگرفتیم همش مال ما بود. این آقا چهار روزی میشه سلطان چای وقتی که نمیشه باشه. لا تکلم اسکتونی. چی؟ جلال اگه پول داشت دخترش رو شوهر میداد، ولی نه صبر کن من تاشو در میارم. من باید بفهمم چه خبره. خیلی خب تو حالا چروک ننداز بشینی تو جاش بمونه، من خودم پیگیری میکنم. چی گفتی اونو؟ از تو چی؟ بابا عجب شیرینی، خیلی جالبه، روشم پسته داره. خانم خوشمزه است. ماشی جون. خب درست میکنین؟ بله سوغات العراق اسمش بقلاوه. خوشمزه است؟ خیلی عالیه، خیلی خوشمزه است. فقط شما ببین چای تو خیلی غلیظ میخوری، خیلی بده. اتفاقا میخواستم به شما بگم این چای شما چیه؟ نه رنگ داره، نه طعم داره، نه بو داره. خیلی کم رنگه. خیلی خب دیگه این بحثا رو ولش کنید. عمه جون شعر جدید نخوندی برامون بخونیم و کیف کنیم؟ چرا اتفاقا یه شعری امروز گفتم. اگه دوست داشته باشین براتون بخونم. بله آره حتما. آره حتما بخون. میگه که من پسنداز دلم را به تو دادم که تو هم بیمه عمر دلم روز مبادا باشی. به 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 خیلی قشنگ. قشنگه. اینا شما نوشتید؟ بله بله عمه من شعرهای خیلی خیلی مهم میگفته. البته الان رعنای خورده مبالغه میکنه. آخه میدونین چیه؟ وقتی عمو جلال داشت میومد دنبالمون از فرودگاه، پشت این چی بهش میگن ترافیک که بودیم، یه آقایی داشت شعر شما رو گوش میداد. کی خونده؟ اجازه بدین اجازه بدین. در ایران متاسفانه به محض اینکه شعر تو میذاری تو فضای مجازی یکی زرتی میره میدزدتش. زرتش اینو؟ زرتی رو الان ترجمه کن برای شما. چطور بهت بگم؟ یه جورایی پلقی تلقی جل زرتی یهو یوهوی. به نظر من این کار خیلی زشته شعرهای یه نفر دیگه رو بخونی. دزدیه. شب گلستان تنها منتظرت بودم آقای جان فردا من ایشت. یا الله سلام سلام اجازه میدید بشینم؟ از جلوس بشینم دیگه.
کدو کدو دیگه این خدمت شما من المان اینا چقدر خوشگله اینا رو بس من جمع کردی بس من جمع کردی خدا امروز روز منه روز منه دیگه این خدمت شما مال شما مال شما دیگه چایی میخوری؟ چه؟ از چای بذار 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 چایی بیارم بذار بذار چایی بیارم البته البته ما هنرمندا گاهی از هم الهام میگیریم مثلا شما ببینین چشمه شعر من خشکیده دو قطره میرم از یه هنرمند دیگه برمیدارم میریزم توش میجوشه یا حالا یه هنرمند دیگه چشمه شعرش خشکیده میاد از شعر من دو قطره برمیداره کارش را میفته این اشکالی نداره ها شغل اجتماعی یعنی یه جورایی بهش میگن تیم ورک دیگه آفرین آفرین به شما خیلی تاثیرگذار بود شغل اجتماعی آره ببخشید من ببینم کیه یه دقیقه صبر کنید بله بله سلام عمو شان بفرمایید سلام بابات کار دارم جلال یا الله ببخشید جلال نیست بابا رفتن خرید کارشون داشتی کارش دارم دیگه بله چای میخوام چایی؟ آه چایی همونی که میریزن تو استکان با قند میخورن بله منظورتونه که کاملا متوجه شدم اما اوشه حالتون خوبه؟ حالا خوبه خوبه دیگه از این بهتر نمیشه نمیشه دیگه داری یا نه؟ داشتنش که حقیقت داری منتها چون سه نفریم کم دم کردم که اسراف نشه شرمنده چی شد؟ یا الله کجا میری؟ امو کجا میری؟ چی شد؟ چایی میخوام چایی بخوام دیگه بفرمایید بفرمایید بشینید 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 دیگه چی شد؟ دبر داغه 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 دیگه بله ببخشید بفرمایید بفرمایید ببخشید موقع جونتونم ببخشید دیگه اب ندارم بسه چایی وقتی میکنه تفلی دیگه کارش نمیتونه آره بفرمایید بشین بفرمایید بشین 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 با تو وفا کردم تا به تنم جان بود عشق و وفاداری با تو چه دارت بود یا الله ببخشید کمی دیر شد اینم برای شما چیدم ناقابله ناقابله دیگه من وزم خوب نیست میدونی المفلس الفقیر الداغان بفرمایین بفرمایین اینم چایی الان وقت خوردنشه هازا به وقت شرب شرب دیگه اغلادی گتی یا فهمیدی من چی میگم الفهم فهم اغلادی گتی یا تی یادتی دیگه بفرمایید میل کنید بفرمایید نوشه جان به من بخور 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 دیگه زرده ایرونی ها شایی سرد دوست دارن البته بعضی هم داغش دوست دارن دوست دارن دیگه البته سردش خوبه داغش برای سلامتی ضرر داره ضرر داره دیگه خواستگاری مبارکه مبارکه دیگه شیرین کام باشی شیرین قند داری مرض قند خدا نکنه بیا 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 اون
کوشکم. چی میگی تو؟ چی میگی دیگه؟ مدرسه دارم ماهیگیری میکنم، میگم این کوشک این همه ماهی بود، نگو نون داری میریزی، همه اومدن طرف شما. خود نریز سر به سر، من نظر حوصله ندارم، حوصله ندارم دیگه. سر به سر نذاشتم، گفتم من دارم ماهی میگیرم، حداقل یک کاری کن ما هم به زندگیمون برسیم دیگه. اگه این نونا رو نریزم تو آب، مشکل تو حل میشه. آقا رون آدم چیست هم دقیقا مشکلم همین. ما حوصله ندارم، حوصله ندارم دیگه. چی شده مشکل کن؟ برو به تو بنامون نمیدم تو بیا حوصله باشی خوشگلم. حوشن جون او قربونه تو، من برم چیزی بده ببینم چی شده، انقدر پیکری خوشگله. هیچکی برای درک نمی کنه، درک نمی کنه دیگه. من اینجام که اصلا تو رو درک کنم، اصلا قیافت رو دیدم فهمیدم چته. چشو تنگ کردی، لباتو برچیدی، قشنگ حس تو درک کنم. ببین من خودم از 5 سالگی درگیرشم، یعنی کامل میفهمم چی میگی، کامل. یعنی تو 5 سالگی عاشق شدی؟ 5 سالگی دیگه عاشق شدی؟ نه بابا، من رودل رو دارم میگم. ولی نگران نباش، من بعد از رودل تخصصم عشق و عاشقیه. دلم گرفته، گرفته دیگه. ببین دلت نگیره، تو فقط به من بگو کیه خودتو سر تو فرق ببین، همین تموم شد و رفت. یعنی من میتونم تو حساب کنم؟ حساب کنم دیگه. چیه بابا، کل این مرد توی مسئله رو من حساب میکنم، قربون تو بدم. فقط ناراحت نباش، او قربون تو کمک کن دیگه. چینو میگفتی؟ هیچی نمیگفتی. راست میگه دیگه، چیزی نمیگفتی که بخور. چی نمیگفتی؟ همش فکر کردم داشتم یه چیزی میگفتم. واقعیتش من از بچگی همیشه یه سوالی ذهنمو درگیر کرده، حالا شما خودتون دیگه اینجای مستقیم بپرسم که رفت بشه تو مغزم. میدونم تو دستور زبانتون گوچه ندارین، بعضی موقع میگن مشاهده شده که یوهو گچ ببینین تو بعضی مواقع ممکنه یه جرقه بزنین، درست شنیدم؟ شما نگران نباش گچ. همینو میخواستی؟ یه چیز دیگه میخواستی بگی؟ نه من گفتم فقط یه شوخی کنم، فضا هست چی گنت. معذرت میخوام، واقعا آدما بی‌رحم شدن، واقعا اصلا حق انتخاب، حق زندگی رو از آدمای محسن گرفتن. آفرین، میرن مادر پدرشون رو بی معرفتا میذارن خانه سالمندا، واقعا که حالا اصلا خانه سالمندان هیچی، یه عده‌ای هستن حق عاشقی و ازدواج رو از این آدمای محسن گرفتن، خیلی بده. عمه گفتم دیگه این بحث رو پیش نکش، من یه چیزی میگم، اون خط قرمز منه. عزیزم شما شیرینی نخوردی؟ دست در نکنه، شکران نمیخورم. چرا؟ این شیرینیاش خیلی خوبه. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. تو چرا حالیت نیست؟ میخوای مادر اینو بگیری منو اوشنگ؟ صبح میگفتین دیگه نجلا جون، درست میگن، عشق و عاشقی که سن و سال نمیشناسه. دقیقاً، آفرین. اتفاقا منم نظرم همینه، همه حق دارن ازدواج کنن، عاشق بشن. به قول شما زن ایرانی یه چیز میگین سن همش عدده. یک عدده. البته ما مرد ایرانی میگیم وزن یه عدده، آدم از مغزش پر ورزش کار باشه، البته سنم یه عدد دیگه. عزیزم نجلا جان، یعنی اگر یه خواستگار خوب برای مادر شما بیاد شما ناراحت میشی؟ برای چی ناراحت بشم؟ خب مامانم هم جوونی نکرده، هیچی از عمرش ندیده، بذار ازدواج کنه، همش نشسته یه طرف خونه. خودم تشویقش میکنم برو ازدواج کن، زندگی تا ببین. آفرین نجلا جون، یه دونه ای رفیق. فقط یه مسئله هست تو ازدواج مادرم. چه مسئله ای؟ مهمون داره؟ خب این که چیز جدیدی نیستش که، ایشون همیشه مهمون داره اینجا، این کاروان سراست، یه سیبیلو میره یه سیبیلو میاد، یه سیبیلو میره یه سیبیلو میاد. یعنی با مریم بانو کاملا موافقم. این حجم باور کردنی نیست.